اضافه اون. آقا 60 ساله که سینمای ایران تو جشنواره فیلم کن حضور داره و مجموعه همه این سالا شده 40 تا جایزه سینمایی. بریم بررسیشون کنیم. آقا قبل از هر چیز دیگه ای دو تا نکته مهم و مرتبط بهتون بگم. اولین دوره جشنواره فیلم کن تو 30 شهریور 1325 تشکیل شد و اولین ورود سینمای ایران به جشنواره فیلم کن تو سال 1340 بود با فیلم کوتاه مصطفی فرازنده به اسم کوروش کبیر که من لینک دانلود این فیلمو براتون تو کانال تلگرامم که آدرسشو دارید میبینید اینجا قرار دادم. اما بریم سراغ جوایز. سال 1343 ساخته مرحوم احمد فاروقی قاجار به اسم طلوع فجر اولین جایزه ایران بود تو بخش فیلم کوتاه. 28 سال بعد این بار دو تا جایزه گرفتیم با عباس کیارستمی برای فیلم زندگی و دیگر هیچ تو بخش نوینگاه که جایزه ها مربوط میشه به جایزه بهترین فیلم و جایزه روسلینی. سال 1374 جعفر پناهی پدیده اون دوره جشنواره کن 3 جایزه برنده میشه تو بخش 15 روز کارگردانا، جایزه دوربین طلایی، جایزه بهترین فیلم و جایزه فیپرشی. همین وسط یه پرانتز باز کنیم، یه نکته بهتون بگم. اگر اسم یه سری از بخشا یا جوایز براتون آشنا نیست، من سال گذشته یه ویدیو ساختم در مورد تمام بخشای مهم جشنواره و انواع اقسام جوایز و جایزه‌های خیلی عجیب و غریبی که تو این جشنواره اهدا میشه. حتما این ویدیو رو ببینید. کاورش هم احتمالاً همین جاهاست. آره، این برای فقط برای بچه‌های اینستاگرامه چون تو یوتیوب نیست. و اما مهمترین جایزه جشنواره کن یعنی نخل طلا دو سال بعد تو سال 1376 طعم گیلاس عباس کیارستمی. Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche une palme d'or ex aequo. Lui qui écrit, réalise et monte ses films tout seul, faute de moyens, acquiert du jour au lendemain une reconnaissance mondiale. و اما سمیرا مخملباف تو سال 1379 با فیلم تخت سیاه موفق شد به دریافت جایزه هیئت داوران تو بخش مسابقه. اما حسن یکتاپنا تو همون سال با فیلم جمعه تو بخش نوینگاه برنده دوربین طلایی شد مشترکاً با فیلم زمانی برای مستی اسبای بهمن قبادی. فیلم قبادی اون سال دو تا جایزه دیگه هم برنده شد، جایزه هنر تجربه و فیپرشی. سال بعدی یعنی 1380 محسن مخملباف با فیلم سفر قندهار تونست تو بخش مسابقه جایزه کلیسای جهان رو برنده بشه. تو همون سال رضا میرکریمی با فیلم زیر نور ما برنده بهترین فیلم تو بخش هفته منتقدان شد. فاصله زمانی 3 سال مجدد سمیرا مخملباف وارد جشنواره کن شد، این بار با فیلم 5 اصل که برنده جایزه بهترین فیلم و کلیسای جهانی شد. اما تو همون سال جعفر پناهی عزیز با فیلم طلای سرخ تونست برنده بهترین فیلم از هیئت داوران تو بخش نوعی نگاه بشه. محسن امیر یوسفی تو بخش 15 روز کارگردانا تو سال 1383 با اولین ساخته خودش یعنی خواب تلخ تونست تقدیرنامه هیئت داوران، دوربین طلایی و نگاه جوانو دریافت کنه. تو سال 1386 فیلم پرسپولیس محصول مشترک مرجان ساتراپی و ونسان پارانو از امریکا و فرانسه اومد تو بخش اصلی جشنواره کن و جایزه هیئت داوران رو دریافت کرد. سال 88 بهمن قبادی با کسی از گربه ایرانی خبر نداره اومد تو جشنواره کن و ویژه ترین جایزه بخش نوعی نگاه یعنی جایزه فرانسو شاله رو با خودش برد. اولا جو رفتر نه رفتون رفتون رو کرده نه اصلا را نه اگه را داشت رادارش میکرد. بازیگر فیلم مسخره فرهادی یعنی جولیت بینوش تو سال 89 برای فیلم فرانسوی ایتالیایی کپی برابر است اومد تو بخش اصلی مسابقه کن و جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. سال بعدی یعنی سال 90 3 جایزه نصیب سینماگران ایرانی شد. اولین جایزه، جایزه بهترین فیلم تو بخش 15 روز کارگردانا برای جعفر پناهی با فیلم کالاسکه طلایی. از اون طرف محمد رسولوف با فیلم به امید دیدار 2 جایزه از آن خودش کرد، جایزه فرانسو شاله و جایزه بهترین کارگردانی تو بخش نوعی نگاه. 2 سال بعد یعنی سال 92
این بار سینمای ایران تونست 4 تا جایزه نصیب خودش بکنه. اصغر فرهادی با فیلم گذشته 2 تای اونا رو گرفت، جایزه کلیسای جهانی و بازیگر زنش جایزه بهترین بازیگری زن. و از طرفی محمد رسولوف با فیلم دست نوشته ها نمی سوزن تو بخش نوعی نگاه جایزه فیپرشی رو از آن خودش کرد. و یه فیلم کوتاه اون سال داشتیم از آناهیتا قزوینی زاده به اسم سوزن که محصول امریکا بود و تونست تو بخش سینفونداسیون جایزه بهترین فیلم از آن خودش کنه. سال 94 اولین ساخته آیدا پناهنده یعنی ناهید تونست تو بخش نوعی نگاه یه جایزه به شدت خلاقانه و باحال بگیره به اسم آینده روشن. دمتون گرم که اینقدر خلاقانه دارین جایزه میدین. سال 95 اصغر فرهادی با فروشنده‌اش 2 تا جایزه از آن خودش کرد، یکی جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگری مرد برای شهاب حسینی. اما تو همون سال علی احمدی با فیلم کوتاه در تپه ها محصول انگلیس تونست جایزه دوم سینفونداسیون از آن خودش بکنه و تو بخش جنبی آیدا پناهنده طی مراسمی یه جایزه گرفت به اسم زنان در حرکت. جعفر پناهی تو سال 1397 با فیلم سرخ تونست جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن تو بخش اصلی بگیره. تو همون سال ما علی عباسی هم داشتیم، فیلمساز ایرانی سوئدی که با فیلم مرز تو بخش نوعی نگاه تونست جایزه بهترین فیلمو بگیره. علی عباسی امسال یعنی دوره 75 جشنواره کن فیلم عنکبوت مقدس رو داره. امسال یعنی دوره 75 ما 3 تا فیلم تو جشنواره کن داریم و نمیدونم چند تا جایزه. شما فکر میکنید به عدد 40 امسال چه عددی اضافه بشه؟ دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. با این انگشتاتون حمایت فراموش نشه. خیلی مخلصیم.